درود کانونهای شورشی به شهیدان و سوختبران قیام در سیستان و بلوچستان. تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران در بورجه، به آتش کشیدن انبار تجهیزات شماره 5 سپاه پاسداران وابسته به قرارگاه ضد خاتم الانبیا در تهران رباط کریم، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در علی گودرز. بروجرد، تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران، کانون شورشی 679، شنبه 16 اسفند 99. تهران رباط کریم، به آتش کشیدن انبار تجهیزات شماره 5 سپاه پاسداران وابسته به قرارگاه ضد خاتم الانبیا، کانون شورشی 720، شنبه 16 اسفند 99. علی گودرز، به آتش کشیدن حوضه و پایگاه بسیج سپاه پاسداران ضد حضرت فاطمه، ویژه سرکوب زنان، کانون شورشی 395، شنبه 16 اسفند 99.
امام جمعه خامنه‌ای در ذهکلوت کرمان. پشت حوادث هفته های اخیر در سراوان و امثال این حوادث قطعا مجاهدین و طراحی دشمن وجود دارد. تعجب از افراد جاهل اینکه خودشان و عده‌ای را به هوای مجاهدین به هلاکت می‌اندازند. آخوند بامری امام جمعه خامنه‌ای در ذهکلوت کرمان. پشت حوادث هفته های اخیر در سراوان و امثال این حوادث قطعا مجاهدین و طراحی دشمن وجود دارد. در فضاهای فتنه آلود و غبارآلود همه باید مراقب باشند. مراقبت و هوشیاری خواص جامعه، علما، نخبگان در خونسا کردن فتنه ها بسیار اهمیت دارد. آنچنان مراقب باشید که هیچ کسی از شما سوء استفاده نکند. گاهی نظرهای احساسی و نسنجیده، مغرضانه و شتاب زده در فضاهای فتنه آلود هیزومی برای شعله ور شدن آتش فتنه ها می شوند. وی افزود، اگر غفلت کنیم دشمن با تمام عوامل بیرونی و درونی طمع می کند. مراقب باشیم، در فضای فتنه تشخیص بسیار سخت است. نکند ما هم به نفع دشمن بجنگیم. تعجب از افراد جاهل اینکه خودشان و عده‌ای را به هوای مجاهدین به هلاکت می اندازند. گویوم شیراز، گرامی داشت شهید قیام آبان، امیر الوندی. پارک پردیسان تهران، تجمع خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران جهل و جنایت. چهارده ماه گذشته، شما رفتید و ما از ساعت 6:19 18 دی ماه گم شدید. کاش حداقل نقص فنی بود، کاش خلبان اشتباه کرده بود، کاش نزده بودن، کاش اون دست ناروا نمی رفت روی اون دکمه شلیک، کاش اونایی که انکار کردن می دونستن که چه نیشتری دارن به زخم می زنن، کاش اونایی هم که هنوز دنبال مصادره هستن بدونن که دیگه چیزی واسه بردن نیست. اون بی کفایتانی که تصویب میکنن فکر کردن که ما هم مثل اونا حاضرین که سر خونه بچه‌مون با پول معامله بکنیم، تو دهنشون میزنن که اون مصوبه بخوره تو سرشون، لحظه ای از خونخواهی عزیزانمون پا پس نمیکشیم. در مقابل عکس بچه‌هامون ادای احترام میکنیم، سر تعظیم فرود میاریم و به روح بزرگشون قسم میخوریم که پا پس نمیکشیم. تهران، تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در مقابل مجلس ارتجاع. تا
تبریز تجمع اعتراضی مرغ فروشان، شب عید و سفره‌های خالی. اعتراض به احتکار روغن و اهانت‌های رذیلانه به مردم در حاکمیت پلید و غارتگر آخوندی. با سلام، اینجا رودهن فروشگاه کوروش. خانم و آقایون، 4 ساعته که ما اینجا صف وایسادیم، بعد به خاطر اینکه یکی از مردم اینجا اعتراض کرد که ما تو صف وایسادیم، اسممون رو نوشتید ولی روغن بهمون ندادین، اومدن که کلانتری رو آوردن و در فروشگاه رو بستن و مردم از ظهر تا حالا علاف با بچه‌های کوچیک، بچه بغل وایستادن اینجا، یا اینکه تو سرما، تو کرونا، تو این وضعیت وایستادن به راحتی با توهین، با فحاشی، با بدترین برخورد. ما هم صدامون رو در رأی بردیم، وایستادیم، آخر سر هم در رو بستن و میگن خوش اومدید. فروشگاه هم بازه. و این نکته رو هم بگم که دیشب بار یه کامیون روغن اومده اینجا خالی شده، به ما میگن هنوز نیومده. روغنی که مال این مردم قشر ضعیفن، تو سرما از کار مرزن با بچه بیان وایستن، آخر سر هیچ جوابی به ما نمیدن. درم میبندن، میگن بریم پی کارتون، توهین هم میکنن، از الفاظ رکیک هم استفاده میکنن. در صورتی که روغن دیشب اومده خالی شده، ما دیدیم با چشم خودمون، به ما میگن بار وجود نداره. در رو بستن میگن خوش اومدین. کنفرانس در کنگره آمریکا. قطعنامه دو حزبی با امضای 158 تن از اعضای مجلس نمایندگان. قسمت سوم. سخنرانی های نمایندگان کنگره، ماریو دیاز بالارت، جودی هایس، استیو کوهن، داگ لامالفا، فرنچ هیل، و قاضی تدپو. حمایت از قیام مردم ایران و طرح 10 ماده خانم مریم رجوی. برقراری یک ایران دموکراتیک، غیر مذهبی، غیر اتمی و جمهوری. محکوم کردن نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی توسط حکومت ایران. محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام و سوختبران بلوچ در کنفرانس نمایندگان کنگره آمریکا.
خبرگزاری فرانسه، پاپ فرانسیس و آیت الله سیستانی در نجف دیدار کردند. روحانیان عراقی و رهبران مسیحی گفتند این دیدار می تواند جایگاه نجف را در مقایسه با قم تقویت کند. حوزه نجف از اعتبار بیشتری برخوردار است. آسوشیتد پرس در آستانه سفر پاپ به عراق نوشت آیت الله سیستانی یک وزنه تعادل دائمی در مقابل نفوذ رژیم ایران بوده و پاپ با این ملاقات او را به عنوان اصلی ترین طرف صحبت اسلام شیعه در مقابل رقیب وی علی خامنه ای به رسمیت می شناسد. روزنامه حکومتی آرمان: آثار و تبعات سفر پاپ به عراق می تواند به کاهش نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در میان گروه های عراق بینجامد. تمدید وضعیت اضطراری آمریکا در قبال رژیم آخوندی توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا. فرمان اجرایی بایدن: اقدامات و سیاست‌های رژیم ایران همچنان تهدیدی غیرمعمول و خارق العاده برای امنیت ملی آمریکاست. از این رو تحریم‌های همه جانبه علیه این رژیم بر جای خود باقی خواهد ماند. شرکت امنیتی اینترنتی ترند میکرو: هکرهای مشکوک رژیم ایران دنبال جاسوسی از آژانس‌های دولتی، علمی و صنعتی در 5 کشور خاورمیانه هستند. واکنش‌های سرخورده و ترسان رژیم آخوندی در قبال فرمان اجرای بایدن برای تمدید وضعیت اضطراری. مجلس ارتجاع: نوشابادی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی رژیم. تمدید وضعیت اضطراری ملی توسط بایدن نشانه این است که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در یک اصل مشترک هستند و آن مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و حوزه‌های فناوری هسته‌ای و موشکی بوده و هست. تلویزیون حکومتی: بایدن سیاست‌های دولت قبلی آمریکا در قبال ایران، یعنی ادامه تحریم‌ها و وضع اضطراری را اعلام کرده است. ظریف، 15 اسفند 99: من به عنوان وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای به زودی برنامه اقدام سازنده خودمان را از طریق کانال‌های دیپلماتیک مناسب ارائه خواهم داد. جنگ و جدال گرگ‌های درمانده در بحران‌های بر سر برجام بیفرجام و التماس و درخواست سیگنال مشخص. پاسدار رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: حاضر به مذاکره با آمریکا بر سر برجام در صورت دریافت سیگنالی مشخص مبنی بر رفع تحریم‌ها در کمتر از یک سال هستیم. حسام الدین آشنا، مشاور اطلاعاتی آخوند روحانی: آقا محسن، همان یک عملیات فریب قدیمی کافی است. لازم نیست دشمن را بیش از این فریب دهید. خبرگزاری حکومتی انتخاب: حقیقتاً این سخن عجیب محسن رضایی نه تنها یک عقب نشینی غیر حرفه‌ای است و ممکن است باعث اختلال در مذاکرات ظریف شود، بلکه این پیام خطرناک را به آمریکا مخابره می‌کند که جناب آمریکا، با اصولگراها راحت‌تر می‌توان به توافق رسید. مذاکرات را چند ماه عقب بینداز. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن: گشت‌های آمریکایی گذرگاه‌های شبه نظامیان رژیم ایران در شرق دیرالزور سوریه را منهدم کردند. دستورالعمل وزیر دفاع آمریکا برای پرسنل نظامی: آمادگی پاسخگویی و ایجاد بازدارندگی در برابر رژیم آخوندی. کنفرانس مطبوعاتی جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا: رژیم ایران به فعالیت‌های شرورانه خود ادامه می‌دهد، از تروریسم حمایت می‌کند، برنامه موشک‌های بالستیک را توسعه می‌دهد و تهدیدی برای دریانوردی است. روزنامه حکومتی جهان صنعت: بعد از سفر گروسی به تهران،
شاهد عقب نشینی تهران در برخی مواضع بوده ایم. بیش از 226,700 تن آمار جانگداز قربانیان کرونا در 501 شهر. آخوند روحانی: از نظر تخت محدودیت داریم. تخت ICU محدودیت بیشتری داریم. حتی اگر واکسن هم باشد تزریق آن محدود است. مگر می شود همه را واکسیناسیون کنیم؟ یادآوری مسخرگی آخوند روحانی در فروردین 99. ده ها هزار تخت نقاهتگاهی الان در سراسر کشور آماده است که تقریبا از این تخت ها استفاده نشده. این تخت ها برای شرایط بسیار بدبینانه ما پیش بینی کرده بودیم. 4,000 تخت بیمارستانی نیروهای مسلح رو آماده کردیم که از این 4,000 تخت آماده هم تا کنون استفاده نشده. تمام تخت‌های بیمارستانی کشور رو آماده کردیم. از این تخت‌ها هم حدود 13,000 تخت تا کنون استفاده نشده. فکر نمی‌کنم هیچ کشوری شرایط کشور ایران رو داشته باشه که در حال حاضر در سخت‌ترین شرایطی که همه کشورهای دنیا باش مواجه هستند، ما حدود 20,000 تخت بیمارستانی خالی رو در اختیار داریم. روزنامه حکومتی آرمان: در واکسیناسیون حتی از همسایگان کشورهای عقب افتاده تریم. کاری نکنید که مسئله واکسن تبدیل به یک بحران شود. این واقعاً دردآور است که ایران 9% از سرانه ثروت جهانی را دارد، اما اصلاً برنامه واکسیناسیونش مشخص نیست، در شرایطی که خیلی از کشورها 20-40% جمعیت خود را واکسینه کرده‌اند. هزینه تست کرونایی 650,000 تومانی برای خیلی از اقشار سنگین است و توان پرداخت آن را ندارند. با جان مردم بازی نکنید. سخنگوی ستاد حکومتی کرونا: گردش ویروس انگلیسی در همه استان‌ها گزارش شده است. در خوزستان همچنان روند صعودی دارد و میزان بستری و مرگ و میر بالاست. استمرار قیام شورشگران عراقی علیه مزدوران و دست نشاندگان رژیم آخوندی در ناصریه و بابل. آمار جانباختگان کرونا در آلبانی برای چهارمین روز متوالی در بالاترین سطح خود قرار دارد و طبق آمار رسمی به 21 نفر در روز رسیده است. کنفرانس در کنگره آمریکا. قطعنامه دو حزبی با امضای 158 تن از اعضای مجلس نمایندگان. قسمت سوم. حمایت از قیام مردم ایران و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، برقراری یک ایران دموکراتیک، غیر مذهبی،
غیر اتمی و جمهوری، محکوم کردن نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی توسط حکومت ایران. ماریو دیاز بالارد، نماینده کنگره آمریکا از فلوریدا. I proudly co-sponsored the bipartisan House Resolution 118. من با افتخار از قطعنامه دو حزبی شماره 118 کنگره حمایت کردم که تروریسم حکومت ایران را محکوم می کند. من در کنار مردم ایران برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، خوشبختی و یک ایران غیر اتمی ایستاده ام. جودی هایس، نماینده کنگره آمریکا از جورجیا. This resolution basically will help defend the people of Iran. خوشحالم که در کنار دیگر همکاران در مجلس نمایندگان حامی قطعنامه 118 هستم. این قطعنامه اساساً به دفاع از مردم ایران و محکوم کردن اقدامات شرورانه رژیم ایران کمک خواهد کرد. استیو کوهن، نماینده کنگره آمریکا از ایالت تنسی. مردم ایران شایسته حکومتی هستند که به حقوق و آزادی‌های اساسی آنها احترام بگذارد. آزادی بیان و اجتماعات، برابری جنسیتی و مذهبی را محترم بشمارد. آرزو دارم آن روز برسد و دوست دارم آن روز را با شما در ایران باشم. داگ لامالفا، نماینده کنگره آمریکا از کالیفرنیا. Freedom for the people of Iran and all that are connected with that. از آزادی مردم ایران و همه کسانی که با این موضوع ارتباط دارند اعلام حمایت می‌کنم. این در حالی است که رژیم ایران در بسیاری از نقاط جهان از ترور حمایت می‌کند و همچنین علیه مردم ایران مرتکب جنایت می‌شود. مردم ایران فقط به دنبال آزادی هستند. آزادی‌های شبیه آنچه ما در اینجا داریم. آنها حق انتخاب دارند. فرنچ هیل، نماینده کنگره آمریکا از آرکانزاس. I'll continue to stand up against the regime in Tehran. طی 4 دهه گذشته مردم ایران تحت دیکتاتوری وحشیانه آخوندها زندگی کردند. هزینه های آخوندها و نیروهای نظامی رژیم همه از جیب شهروندان عادی ایرانی تامین می شود و این شهروندان ایرانی خواستار پاسخگویی رژیم هستند. قاضی تدپو. That's why the mullahs fear you. Fear rat Madam Rajavi. آخوندها از شما میترسند. از خانم رجوی میترسند. از برنامه 10 ماده‌ای برای ایران آزاد میترسند. رژیم یک دیپلمات تروریست را به قلب اروپا فرستاد تا خانم رجوی را هدف قرار دهد، تا تغییرات دموکراتیک و اجتناب ناپذیر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شما را به تأخیر بیاندازد. رژیمی که طوفان وحشت به راه انداخته بود اکنون باید گردباد عدالت را درو کند. Thank you to the pro-democracy activists fighting to achieve freedom for the people of Iran, both in the United States, in Iran, and around the world. I proudly co-sponsored the bipartisan House Resolution 118, a resolution condemning Iran's state-sponsored terrorism and expressing support for the Iranian people's desire for a democratic, non-nuclear Iran. The terrorist threat of Iran's regime, it extends well past its borders. Last month, a court in Belgium sentenced an Iranian diplomat and his 3 accomplices for their role in planning to plant a bomb in the Free Iran Gathering in 2018. Iran has also targeted the Saudi ambassador to the United States in Washington, D.C., and it's used its proxies to spread violence and terrorism in places like Lebanon and Yemen and plotted other attacks throughout Europe. I strongly opposed the Obama administration's misguided Iranian deal, which bolstered the terrorist state of Iran without requiring any democratic change or liberation of political prisoners, respect for human rights, or the abandonment of terrorism.
The people of Iran must have the right to determine their own future and to ensure that their rights of expression, religious belief, political opinion, assembly, and representative government are truly respected. The barbaric imprisonment and execution of the courageous pro-democracy activist must finally end. You see, I stand with the Iranian people against the dictatorship in Iran for freedom, democracy, human rights, prosperity, and a non-nuclear, non-terrorist Iran. Iran will be free. Thank you for your efforts for the freedom, the prosperity, the future of the Iranian people. Hi, I'm Congressman Jody Heiss. The Iranian government routinely violates the rights of its own citizens, things like religious liberties constantly being violated, and of course, the lives of people all around the world seems to continually be threatened by the terrorist organizations coming out of Iran. Quite frankly, Iran should have no significant place on the international stage as long as they continue this behavior. It's important for the United States and its allies to stand against Iran and to stand for the liberties of the Iranian people. It's for that reason that I'm pleased to stand with other colleagues in the House of Representatives behind Congressman Tom McClintock's resolution. This resolution basically will help defend the people of Iran and condemn the vicious acts of the Iranian government. Hopefully, we'll see the Biden administration come alongside and stand with the strong stance that the Trump administration took against Iran. It's important for us to come together in this matter. I continue to pray personally for my brothers and sisters in Iran, and hopefully all these goals one day will become a reality. Hello, everybody. As a co-chair of the Congressional Iran Human Rights and Democracy Caucus, it's my honor to speak with you today. I've long been a supporter of the Iranian people for a free Iran. I'm a proud sponsor of HRS 118, which expresses support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. It also condemns violations of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian government. It's time that Iran became part of the nations of the world that try to take care of their citizens and promote peace and freedoms, and not what we've seen in the past. The Iranian people deserve a government that respects their fundamental rights and freedoms, freedom of speech and assembly, gender and religious equality. One day, hopefully, we'll have it, and I'd love to be with you in Iran when we celebrate it. Happy to greet you today. And greetings, it's Congressman Doug LaMalfa. I just wanted to address you here for a moment about the issues we have going on with Iran, and we want to support freedom for the people of Iran and all of them that are connected with that. We have going on with Iran being a state sponsor of terror in many places around the world, as well as the atrocities it commits on its own people, who just look for a freedom like we have in this country here. They want choices. Iran used to be a really great place with a culture that was worked well with Western culture. Nowadays, it does not. So I think what we all need to do is continue as the United States to be an ally to those folks that are battling and seeking freedom there. I hope the direction this Biden administration goes in giving more to Iran or somehow making them more credible in the world affairs does not go too far, because they have been not good neighbors in the Middle East, and we need to have our partners in the Middle East continue to be supported
in order to overcome the regime that Iran is. Congressman French Hill. I represent the 2nd Congressional District in the U.S. House of Representatives. For the past four decades, the people of Iran have lived under the brutal dictatorship of the Ayatollahs in Tehran. The Ayatollahs, the mullahs, the military are all profiting at the expense of the ordinary Iranian citizen. And the Iranians are calling for accountability. In the 116th Congress, Congressman Al Lawson and I introduced legislation to work to hold those leaders accountable by publicizing just how much they are profiting at the expense of their people. In this Congress, I've co-sponsored H. Res. 118 that outlines and commiserates with the daily hardships experienced by the Iranian people. The Iranians want change, but that change is only met with brutal crushing of their dissent. In 2009, as well as most recently in November of 2019, when hundreds were killed by the dictatorship, including children. So I stand with the people of Iran. America stands with the people of Iran. I'll continue to stand up against the regime in Tehran, as well as authoritarian dictatorships around the world that prohibit their citizens from experiencing those fundamental freedoms. This is Judge Ted Poe from Texas. Good to be with you. For decades, the mullahs ruling Iran have run an illegitimate regime that has been designated by the United States as the number one state sponsor of terrorism in the world. As a former member of the House Foreign Affairs Committee and chairman of the Terrorism Subcommittee, I have reviewed countless intelligence reports affirming the mullahs' perverse war of terror on the world. You, the Iranian Americans, know the mullahs and what they have done in Camp Ashraf, Camp Liberty in Iraq. And remember, no one has ever been prosecuted for these crimes. The brutal persecution of your loved ones inside Iran is a government policy by the mullahs of terror on the people. We remember the 30,000 political prisoners massacred by the evil mullahs in 1988, the slaughter of civilians during the protests throughout Iran, the ongoing torture of political prisoners this very day and their families in Iran. These corrupt mullahs violate free, God-given rights of each Iranian. The perpetrators of these crimes take pleasure in the slaughter of the innocent. I am honored to stand shoulder to shoulder with your community while I was in Congress. And even now, I have been to France to meet the inspirational Madame Rajavi and attend your Free Iran gathering and see the passion for freedom and liberty that burns deep in your souls. I've also visited Camp Ashraf 3 in Albania and seen the resilience of the people there. It is to be admired. One of America's founders, Thomas Jefferson, said, "When governments fear the people, there is liberty. When the people fear government, there is tyranny." That's why the mullahs fear you, fear Madame Rajavi, fear the 10-point plan for a free Iran, because these terrorist tyrants fear liberty. They fear the freedom fighters of Camp Ashraf, and they fear you, the sons of liberty and the daughters of democracy. The world is no longer hospitable to tyrants in Iran that sow terror against its own people. And the protests in over 100 Iranian cities continues in spite of persecution. Most of those protests are done by the young.
These protesters rightfully chant, the enemy is right here. They lie that it is in America. America is not the threat. The murderous mullahs are the threat. Yes, Asharoff's cry of liberty, resilience to tyranny, and the prayer of all Iranians to be free from this treacherous regime is loudly heard in the streets of Iran and the streets all over the world. The mullahs know their days are numbered. That is why this regime sent a diplomat terrorist to the heart of Europe to destroy Madame Rajavi and silence her and you, to delay the inevitable democratic regime change by the people of Iran, your organized resistance. But justice came to the Iranian government-sponsored terrorist, and he received a 20-year sentence by a European court. As a former judge, this justice in this court speaks louder than all the words of politicians in any country. The world and the United States will take note of the crimes by the mullahs. The world now completely understands the reckless regime's 40-plus years of terror against of people of the world. This is why the United States considers the regime the number one state sponsor of terror. The world must and will hold these murderous mullahs accountable. The day of reckoning is now coming upon them. The days of the mullahs are numbered. The reign of 40 years of terror against the innocents of Iran cannot be ignored in Europe. And Europe must see with wide open eyes the threat before it. So must the Balkans understand this. The United States must have no so-called talks or negotiations with the government of Iran, the outlaws of Iran, until there is accountability for 40 years of crimes by the mullahs against Iran, against the Middle East, against Europe, against the Balkans, and against the United States. Iran has sown the wind of terror. It now must reap the whirlwind of justice. And that's just the way it is. گزیده ای از برنامه ساعت وصل. الان نزدیک به عید نوروز هستیم، ولی این نظام دیکتاتور نه تنها استان بلوچستان بلکه تمام ملت غیور و غیرتمند ایران هم همه میدونیم که تمام مردم ایران زمین هم شرمنده خانواده خودشان هستند. از کارمند دولت گرفته تا من سوختکش، همه و همه سفره‌هامون خالیه، چه برسه به خرید عید و تفریح و غیره. این حکومت اسلامی نیست، این حکومت دزد است. و آیا میدونین من سوختکش، بلکه همه مردم ایران وضع مالی خوبی ندارن، چه برسه به منی که داراییم همین گوشی و دوتا کپره که با چوب درخت خرما درست میشه، آبی که با اولاغ یا کول از رودخانه میاریم. ملت بلوچ داغ دیده هستن و حتی خود من به خاطر برادرانم که شهید شدن، مادرانی که داغ دارن، خواهرانی که بیوه شدن و فرزندانی که یتیم شدن، برای احقاق حق قانونی خود تا لحظه آخر مبارزه میکنیم و روز انتقام میگیریم. به خاطر خیانتی که به مردم بلوچستان میکنند در همکاری با سپاه جنایتکار و نظام جنایتکار، رژیم و ولایت فقیه، تنها راه نجات سرنگونی این رژیم پلید هست. ببخشید من به خاطر کرونا صدام یه ذره واضح نیست، همینجا من عذر میخوام اگر سرفه میکنم اینو. همونطور که همه میدونیم الان بحران اقتصادی تو ایران
بیداد میکنه، زن و مرد کار میکنن، ولی متاسفانه همه محتاج نون شب شدیم. آخه چرا؟ تو کشوری که این همه ثروت داره، ما به زودی با اتحاد و دست به دست هم دادن تمام ملت ایران، 80 میلیون، 70 میلیونش اینا رو نمیخوان، میتونیم مشت محکمی بزنیم و اینا رو از کشورمون بیرون کنیم. الان من خیلی از آدم ها رو میشناسن دیگه سر تو سطل زباله دارم میکنن تا خرجشون رو در بیارن. الان که دیگه دم عید هستش و همه باید خوش و خرم باشن که دیگه به عید داریم نزدیک میشیم، همه دارن ماتم و عزا گرفتن. چرا؟ چون تمام پدر مادرها شرمنده بچه هاشونن، چون پول ندارن. وقتی آقا من پول ندارم این عید رو برای چی میخوام؟ وقتی من پول ندارم غذا سر سفرم بیارم و شرمنده به زن و بچه هم میشم، آرزو میکنم که هیچ موقع عید نیاد. و از تمام مردم خواهش میکنم بیاین دست به دست هم بدیم و این نظام آخوندی فاسد رو از مملکتمون بیرون کنیم. پیشاپیش روز جهانی زن رو به خواهر مریم عزیزم و تمامی زنان مجاهد تبریک میگم. همینطور تبریک به زنان مقاوم و مبارز هموطنم و کانونهای شورشی قهرمان که جلوی رژیم سرکوبگر ایستادن. به قول خواهر مریم عزیز، این رژیم از جایی ضربه میخوره که هیچ وقت حسابش نمیکرد. و ما زنان ایران چقدر خوشبختیم که مقاومتی داریم که نسلی از زنان را پرورش داده و به رهبری این جنبش قرار دادن. زنانی مثل خواهر زهرا مریخی و خواهر مژگان پارسایی که امیدوارم به زودی زود تو ایران از نزدیک ببینمشون و هزاران زن مجاهد خلق دیگه. مطمئنم روزی میرسه که مردم ایران از این همه بدبختی و فقر و فلاکت نجات پیدا میکنن. من میگم باید شورش کنیم دیگه، نمیشه فردا 30 نفر دیگه رو بزنن. همینجوری روز به روز میزنن، اینجوری ما طاقت نمیاریم. خامنه ای عامل این هستش که هر روز سفره مردم داره کوچیک‌تر میشه و داغی به دل مردم گذاشته که براشون نوروز و شادی هیچ چیزی نداره و تمام روزاشون عزا شده. مطلب دیگه که میخوام بگم، چند روز دیگه جهانی زن هستش، 8 مارچ. میخوام پیشاپیش شاد باش بگم، درود بفرستم به همه زنان شجاعی که جونشون رو در راه آزادی فدا کردن. امروز هم نوبت ما زنای ایرانی هستش که بخوایم حق و حقوق انسانی و قانونیمون رو خواستار باشیم و اجازه ندیم که سری معمم فاسد با ذهن بیمار بخوان برای ما تصمیم بگیرن و بگن که اجازه چه کاری رو داریم و اجازه چه کاری رو نداریم. خامنه ای باید از شجاعت و جسارت ما زنا بترسه. در آخرم میخوام به عنوان یه زن مبارز، عضوی از کانون شورشی، با قدرت تمام اعلام کنم حاضر، حاضر، حاضر. آیا شأن انسان بودن ما اینه که تا کمر دولاب بشیم توی سطل اشغالی ها واسه اینکه شرمنده زن و بچه‌مون نباشیم؟ من یه خانواده‌ای دارم که شلوغم نیست. این خانواده 3 نفر است، منم، خانومم، یه بچه. نمیتونم بابا جون از پس مخارج اولیه زندگیم که میشه مثل خوراک و پوشاک بر بیام. الان برنج، روغن، مرغ، گوشت، بابا جون اصلا هیچ. اسم عید که میاد لرزه به اندامم میفته. به خدا قسم شرمندیم تو روز زن و بچه‌مون. این رژیم همینا میخواست، میخواست که آقا مردم گرفتار زندگیشون باشن، صداشون در نیاد تا هر کاری دوست داشتن بکنن. ولی وای به روزی که آب از سر بگذره، از سر که آب بگذره چه یه وجب چه صد وجب. منم که یه جوانم، زن دارم، بچه دارم، نمیتونم خرج زندگیمو بدم. منی که الان عید نزدیک، عید وقتی که میبینم عید اومده، میخوام برم خرج خونه بدم، خرید خانه بکنم، از کجا بیارم؟ گوشت کیلو 150,000 تومان من از کجا بگیرم؟ آجیل کیلو 300,000 تومان از کجا بگیرم؟ لباس تن بچه‌مو چجو بخرم؟ من یک زن مریضه ببرمش دکتر ندارم خرجش میکنم، از کجا ببرم بیارم خرجش کنم؟ چی شد؟ بس اون وعده هایی که همه به ما دادن اون سال 57، پول آب و برق و مج، همه چی شد؟
خدا ریشه‌شون رو آتش بزنه. فقط ما مردم دردمون رو به چی بگیم؟ من خودم 10-12 روز زنم مریض خدا وکیلی کرونا داره، از ترس هزینه بیمارستانش نتونستم ببرمش بیمارستان. یه چیز دیگه میخوام بگم که به والله این حقیقته، زنم که کرونا داره بارداره و منم نه سنگ دلم و نه بچه دوست ندارم، ولی خدا شاهد شب و روز آرزو میکنم زنده به دنیا نیاد اون بچه، چون نمیخوام تو این بدبختی هایی که ما داریم خود اون بچه به چشم ببینه و از پس هزینه ها و پر کردن جیب دکترهای جمهوری آخوندی بر نمیام. تا کی قناعت کنیم ما؟ اصلا درآمدی نمونده برامون که قناعت کنیم، سفره ای نمونده برای مردم که ببینم کوچیکش کنن یا بزرگش کنن. خدا شاهد ما یه همسایه داریم که کارت یارانه‌شو گروه نونوایی گذاشته، ماه به ماه فقط نون خالی میخوره. آدم این چیزها رو میبینه باید خود خون گریه کنه به حال و روز این مردم. نام ما چیه که باید چوب بیارزگی مسئولان نظام فاسد رو بخوریم؟ برام این کیک سوان هستم، اما برای امرار ماش باید صبح تا شب بدم تا یک لقمه بخور نمیری گیر بیارم، اگه اونم گیر بیارم. ما خیلی ناراحتیم که زیر ظلم اینایین، از همه جهت داریم فشار رو تحمل میکنیم، اما نمیتونیم اجازه بدیم. آخه کشورمون رو دارن تیکه تیکه، این کشور عزیزمون رو پر از ذخایر اینا رو دارن تیکه تیکه به چینی ها روسیا میدن. ما خیلی هیچ چیز رو فراموش نمیکنیم. ما 1500 شهیدی که تو آبان 98 دادیم که تمام خون اینا رو سنگ فرش خیابونا بود، اینو یادمون نمیره. آقا این 150 نفر از نه تو صد کرس برنشون کردن. خدا شاهده، خدا شاهده، من پسر رو با پدرش دیدم که انگوش روی موز گذاشته به پدرش گفته بابا این هویج رو برای من بخر. این دردناکه، این واقعا عشق آدم رو در میاره. خشم مردم بیشتر شده، پول مردم بیشتر نشده، حقوقا بالا نرفته. مطمئنم به همین زودی های زود تمام ایران سرابان میشه، بلوچستان دوباره میشه، خون بچه خون مردم داره به جوش میاد. بس دیگه، 42 سال پدرمونو در آوردین، پوستمونو ریز کندین، بابا پیرمون کردین. ما شما رو نمیخوایم، ما از شما بیزاریم. شما یه مش مفخورین، هیچ زحمتی نمیکشین، دائم و دائم گردن کلف میکنین، تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنین، چون میدونین این خشم مردم اگه دیر بشه زیر نمیشه، بعد میخوایم برین کشورهای دیگه، اما نمیذاریم ما از اینجا بریم بیرون. اگه گیر ما بیفتیم ما تیکه تیکتون میکنیم. حتی اگه جون سالم هم دست مردم به در ببرین که خیلی خیلی بعیده، حتی اگه همه جای دنیا هم پخش و پلا بشین بازم پیداتون میکنیم. شما اگر راست میگین، اگر واقعی هستین، اگر به مردم اطمینان دارید، اگر اعتماد دارید، بدون محافظ بدون گلوله بیاین بیرون تا ببینین مردم چجوری پاره پارتون میکنن، از هر تیر چراغ برق یکی یکیتون آویزون میکنن. چطوریه؟ نمیدونم جریان چیه که یه خواهر برادر آقای مسعود رجوی، خانم مریم رجوی با مهربونی و لبخند صدها هزار نفر رو دور هم دیگه جمع کردن، دارن رهبری میکنن. کشوری هم نداشتن، نه منابع و ذخایر طبیعی داشتن نه چیزی، اما همه رو دور هم دیگه با شور و اشتیاق جمع کردن و زندگیشون جهت دادن. اما شماها با این همه نفرات، با پول کشور ما، با خود کشور ما، با این کشور غنی پرتمدن ما نمیتونید ما رو جمع جور کنید. پس خاک تو سرتون، برید جمع کنید. خسته شدیم بابا، پیرمون کردیم. فقط به فکر پر کردن جیب خودتون هستین. بترسین از خشم مردم، بترسین از روزی که با همون عمامه هاتون، عمامه های کثیفتون مردم حلق‌آویزتون کنن. از سایه خودتون هم باید بترسین، چون دیگه بهترین دوستتون براتون بدترین دشمنتونه. مطمئن باشید. من ازتون خوشحالم که تونستم بالاخره با برنامه خوبتون تماس بگیرم و خوشحالم از اینکه شما اینقدر خوبی. متشکرم.
فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگداز قربانیان در 501 شهر از 226,700 نفر بیشتر است. در حالی که طبق آمار حکومتی تنها در اهواز روزانه 3,300 تست مثبت کرونا وجود دارد، وزارت بهداشت آمار روزانه مبتلایان جدید در کل کشور را 8,200 نفر اعلام کرد. روحانی با اذعان به ورود کشور به موج چهارم کرونا تلاش کرد بر تعلل رژیم در خرید واکسن سرپوش بگذارد و از نقش واکسن در پیشگیری از فاجعه کرونا بکاهد. نمکی، ما همه نگران هستیم. ما گزارش ویروس انگلیسی در همه کشور از همه استانها را داریم. رئیس بهداشت مرکز غرب اهواز: از 6,000 تست کرونا در روز در اهواز 55% مثبت است که نشان از فعالیت ویروس در سطح شهر دارد. رئیسی: گردش ویروس انگلیسی در اکثر استانهای ما اتفاق افتاده. خوزستان همچنان روندش صعودی است. تعداد بیماران بستری و مرگ و میر بالاست و شاید بالاتر هم برود. چهارمحال و بختیاری و قزوین و البرز هم مایه نگرانی هستند. مردانی: افراد زیادی با برگه تست منفی PCR تقلبی وارد کشور شدند. این برگه ها 1 تا 1.5 میلیون فروخته می شود. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر شنبه 16 اسفند 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 501 شهر از 226,700 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 8,708 نفر، در البرز به 5,658 نفر، در اردبیل به 2,807 نفر، در اصفهان به 14,645 نفر، در تهران به 53,436 نفر، در خراسان جنوبی به 2,206 نفر، در خراسان رضوی به 14,935 نفر، در خوزستان به 12,195 نفر، در سمنان به 3,625 نفر، در فارس به 6,742 نفر، در کرمان به 5,014 نفر، در گیلان به 8,071 نفر، در لرستان به 9,463 نفر، در مازندران به 9,612 نفر، در همدان به 5,288 نفر و در یزد به 4,137 نفر رسیده است. در حالی که رئیس بهداشت مرکز غرب اهواز گفت از 6,000 تست روزانه در اهواز 55%، یعنی 3,300 نفر مثبت هستند، وزارت بهداشت در یک دروغ احمقانه مبتلایان روز گذشته در کل کشور را 8,200 نفر اعلام کرد. روحانی امروز بار دیگر با اذعان به ورود کشور به موج چهارم کرونا تلاش کرد بر تعلل رژیم در خرید واکسن سرپوش بگذارد و از اهمیت واکسن در پیشگیری از فاجعه کرونا بکاهد. وی گفت: ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی، این ممنوعه. یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه. نظام سلامت تاب‌آوریش تا یه حدی هست. یعنی به هر حال یک شهری 10 تا بیمارستان داره، مثلا 5,000 تا تخت داره، 3,000 تا تخت داره، حالا هرچی که هست. به هر حال از لحاظ تخت ما یه محدودیت داریم. ما نامحدود که نیست تخت ما. تخت آیسیو باز محدودیت های بیشتری داره. خب مشکل ما اینه که الان با یک ویروس جهش یافته مواجه شدیم. البته درسته مردم تو ذهنشون هست که واکسن رسیده، تزریق واکسن آغاز شده، بنابراین مشکلات کم میشه،
اما واکسیناسیون مردم باید بدونن تولید واکسن در دنیا یک محدودیتی داره، یعنی به اندازه جمعیت دنیا امکان تولید واکسن وجود نداره، نمیشه به اندازه جمعیت واکسن تولید بشه، واکسن محدود تولید میشه. حالا بگذریم از این که عدالتی هم در جهان نیست، پولدارا از قبل رزرو کردن، اونا میخرن، کشورهایی که مشکلات مالی دارن اونا عقب میفتن. تزریق واکسن هم محدودیت داره. حالا فرض کنید الان واکسن آماده است توی کشور، مگه میشه در یه آن تزریق انجام داد؟ بعد در یه روز تعداد تزریق که میشه انجام داد اونم محدوده. این که این واکسنی که تزریق شده چه مدت مؤثر هست و ایمنی میاره، اینم با 100% روشن نیست. کاری دائمی که نیست ایمنیش، حالا 3 ماهه، 6 ماهه، 1 سال، هر چی که هست. حالا تو دنیا یه واکسن هراسی هم راه افتاده، وجود داره، هر گروهی به یه نوع واکسن حمله میکنن. یه عده میگن این یکی خطرناکه، اونا میگن اون یکی خطرناکه، یه عده میگن همهشون خطرناکه. یعنی واکسن هراسی هم الان ایجاد شده. من خواهش میکنم اونهایی که اهداف مسافرت در ایام نوروز هستن، اونا یک بسیج فوق العاده ای در اونجا انجام بگیره. استاندار محترم، تیم پزشکی که در اون استان فعال هستند، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هلال احمر و بقیه عزیزانی که تو این زمینه همکاری کردن از آغاز تا کنون، باز هم مراقبت بیشتر بکنند. در همین حال روزنامه حکومتی آرمان نوشت ترکیه در 3-4 ماه آینده جمعیت کشور را واکسینه می کند و شاهد خواهیم بود ثروتمندان برای دریافت واکسن روانه این کشور می شوند. اما وزیر بهداشت زمانبندی برای واکسیناسیون ندارد. بودجه واکسن در بودجه کشور منظور نشده است. چقدر از مردم بخواهیم در خانه بمانند، دور هم جمع نشوند، سر کار نروند؟ کارگر روزمزد یک روز سر کار نرود حقوق ندارد. وزیر بهداشت که عضو ستاد ملی کرونا است و باید برنامه واکسیناسیون کشور را تنظیم کند، ظاهراً دستورالعمل چگونگی دفن اموات را در برنامه کاری خود دارد. نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت گزارش گردش ویروس انگلیسی را تقریبا از همه استانها داریم. مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثر است. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقاً موافق هیچ مسافرتی نیستیم. رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفت گردش ویروس انگلیسی در اکثر استانهای ما اتفاق افتاده. استان خوزستان وضعیت متفاوتی داره با سایر استانهای کشور. خوزستان همچنان روندش رو به صعودی هست و میزان بیمارانش افزایش یابنده هست، تعداد بیماران بستری بالاست و به تبع به دنبال اون مرگ و میرا هم قطعا بالا هست و شاید بالاتر هم بره. یکی از استانهای دیگه‌ای که ما نگرانی در موردش داریم استان چهارمحال بختیاری هست که گرچه هنوز بیماری خیلی افزایش پیدا نکرده، اما نشانه هایی ما داریم میبینیم در استان چهارمحال بختیاری که حتما نیاز هست که دقت بسیار بیشتری در موردش انجام بشه که مبادا درگیر ویروس جهش‌یافته انگلیسی بشن و این ویروس بتونه جایگزین ویروس ووهان بشه و درگیری رو خیلی بالاتر ببره. با توجه به اینکه گردش ویروس در سطح کشور تقریبا میگم همه استان‌ها رو توش ما مواردی گزارش شده، گرچه موارد غالب هنوز ویروس قبلی هست، اما بیم این میره که این ویروس با توجه به قدرت سرایت بالایی که داره بتونه جایگزین ویروس قبلی بشه. در خوزستان مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا گفت افراد زیادی با برگه تست منفی PCR کرونا به کشور وارد شدند، در حالی که با قیمت‌های 1 تا 1.5 میلیونی این برگه‌های تست با آنان فروخته شده است. بسیاری از مسافران با برگه تست تقلبی وارد کشور شدند. ویروس جهش‌یافته را در خوزستان پخش کردند و این استان را با بحران مواجه کردند. در همین حال رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز از افزایش ابتلا در پرسنل درمانی و خروج تدریجی آنها از سیستم خبر داد. در لرستان فرماندار ازنا گفت
روستای گرجی در بخش مرکزی این شهرستان به دلیل شیوع بالای کرونا و جلوگیری از همه‌گیری غیرقابل کنترل قرنطینه شده است. در خراسان رضوی، معاون دانشگاه پزشکی مشهد از ابتلای 14 نفر به ویروس کرونا انگلیسی در مشهد خبر داد که تنها 2 نفر سابقه سفر به خارج از کشور داشتند. این امر نشان می‌دهد ویروس انگلیسی در حال چرخش است. دبیرخانه شورای ملی معامت ایران، 16 اسفند 1399. اخبار از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می دهیم. پاپ فرانسیس در ادامه سفر تاریخی خود به عراق در نجف با آیت الله سیستانی ملاقات کرد. خبرگزاری فرانسه نوشت آیت الله سیستانی عالی ترین مرجع مذهبی اکثر مسلمانان شیعه روز شنبه در شهر مقدس نجف میزبان پاپ رهبر کاتولیک های جهان بود. خبرگزاری ها به نقل از بیانیه دفتر آیت الله سیستانی نوشتند که در این دیدار طرفین پیرامون بی‌عدالتی، ستم، فقر، آزار دینی و فکری، سرکوب آزادی‌های اساسی و جنگ‌ها و رنج‌های اقتصادی و سایر مواردی که ملت‌های منطقه به ویژه ملت فلسطین با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت کردند. خبرگزاری فرانسه افزود آیت الله سیستانی بر اهتمام خود مبنی بر اینکه شهروندان مسیحی مانند سایر عراقی‌ها در امنیت و صلح زندگی کنند و از حقوق کامل خود بر اساس قانون اساسی برخوردار باشند تاکید کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود پیرامون استقبال از پاپ در کشوری مسلمان نوشت که در بدو ورود پاپ فرانسیس از وی با پوسترهای استقبال شد که عبارت مشهوری از حضرت علی نقش بسته بود که تأکید می کرد مردم دو نوع هستند، یا برادران شما در ایمان هستند یا از نظر انسانیت با شما برابر هستند. Powerful and revered figures. Francis also chaired an interfaith meeting in the ancient city. قیام کنندگان عراقی در ناصریه و بابل به تظاهرات خود علیه عوامل و مزدوران ولایت فقیه در عراق ادامه دادند. در بابل جوانان شورشگر و تظاهر کنندگان برخواست خود برای برکناری استاندار مزدور این استان و آزادی دستگیر شدگان تأکید کردند و با آتش زدن لاستیک و بستن خیابانها شعار سرنگونی نظام سر دادند. قیام کنندگان عراقی در ناصریه به یاد شهدای انقلاب اکتبر را گرامی داشتند و بر عزم خود برای ادامه راه آنها تاکید کردند. موسیقی
اخبار را ادامه می‌دهیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی در قبال رژیم آخوندی را یک سال دیگر تمدید کرد. به گزارش کاخ سفید، بایدن در نامه‌ای به کنگره اطلاع داد فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی درباره ایران را که برای نخستین بار در ماه مارس 1995 میلادی توسط بیل کلینتون رئیس جمهور وقت صادر شد، از 15 ماه مارس 2021 به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. در متن این فرمان آمده است: اقدامات و سیاست‌های رژیم ایران از جمله گسترش و توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های تسلیحات نامتقارن و متعارف آن، شبکه و کارزار تجاوزات منطقه‌ای آن، حمایت آن از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های شرورانه سپاه پاسداران و وابستگان آن همچنان تهدیدی غیر معمول و خارق‌العاده برای ایالات متحده است. حکومت آخوندی در قبال فرمان اجرایی بایدن برای تمدید وضعیت اضطراری واکنش‌های سرخورده و ترسان نشان داد. رئیس جمهور آمریکا وضع اضطراری و تحریم‌ها را در قبال ایران تمدید کرد. بایدن ادامه سیاست دولت‌های قبلی آمریکا در قبال ایران، یعنی ادامه تحریم‌ها و وضع اضطراری را در نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنا اعلام کرده است. بایدن گفت اقدامات و سیاست‌های ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به شمار می‌آیند. بایدن افزود لازم است تحریم‌های جامعه وضع شده علیه ایران حفظ شوند. بایدن از توسعه توان دفاع موشکی و غیر موشکی و نفوذ منطقه ایران ابراز خشم و ناراحتی کرده است. نوشابادی، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی رژیم، نیز گفت تمدید وضعیت اضطراری ملی توسط بایدن نشانه این است که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در یک اصل مشترک هستند و آن مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و حوزه‌های فناوری هسته‌ای و موشکی بوده و هست. روزنامه حکومتی جهان صنعت درباره دعوت مجدد گروسی توسط رژیم آخوندی که در هراس از تصویب قطعنامه شورای حکام صورت گرفت نوشت گروسی در مأموریت به تهران پیام واشنگتن و آمادگی برای احیای برجام را به خوبی به مقامات تهران مخابره کرده و مقامات تهران نیز پیام همکاری گرایی واشنگتن را بر اساس مقتضیات شرایط به خوبی دریافت کردند و به همین جهت بود که ما در کنار عقب نشینی اروپا شاهد عقب نشینی تهران در برخی مواضع اعلامی بوده ایم. پاسدار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، همزمان با کاندیداتوریش برای شرکت در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در مصاحبه فاینانشال تایمز گفت حاضر به مذاکره با آمریکا بر سر برجام در صورت دریافت سیگنالی مشخص مبنی بر رفع تحریم‌ها در کمتر از یک سال هستیم. این مصاحبه به جنگ و جدال باندهای رژیم بحران زده آخوندها بر سر برجام و مذاکره با آمریکا دامن زد. حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی، خطاب به پاسدار رضایی گفت همان یک عملیات فریب قدیمی کافی است. لازم نیست دشمن را بیش از این فریب دهید. فقیهی، سردبیر خبرگزاری حکومتی انتخاب، نوشت حقیقتاً این سخن عجیب محسن رضایی نه تنها یک عقب نشینی غیر حرفه‌ای است و ممکن است باعث اختلال در مذاکرات ظریف شود، بلکه این پیام خطرناک را به آمریکا و البته اقتصاد ایران مخابره می کند که جناب آمریکا با اصولگراها راحت تر می توان به توافق رسید. مذاکرات را چند ماه عقب بینداز. در پی این حملات پاسدار محسن رضایی حرفای خود را تکذیب کرد، اما هاشمی طبا از باند مغلوب گفت تکذیب او مصرف داخلی دارد و مصرف بین‌المللی همان است که درج شده است. شرکت ترند میکرو طی گزارش اعلام کرد هکرهای رژیم ایران دوباره در خاورمیانه فعال شده اند تا یک فعالیت جاسوسی آشکار را در 5 کشور انجام دهند. این شرکت افزود به این نتیجه رسیده است که گروه هکری آب گلالوده که منافع آنها با رژیم ایران همسوست در پشت این فعالیت قرار دارد. مقابله با شیوع گونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا از طریق تشدید محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه در کشورهای مختلف ادامه دارد.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی در شبانه روز گذشته آمار تلفات کرونا در آمریکا 1942 نفر، در فرانسه 278 نفر، در آلمان 264 نفر، در ایتالیا 329 نفر و در انگلستان 242 نفر بوده است. در برزیل که با سنگین ترین آمار مرگ و میر کرونا از ابتدای شیوع بیماری مواجه شده اعلام شد که رستوران ها از این پس باید ساعت 5 بعد از ظهر بسته شوند. از ساعت 11 شب تا 5 صبح نیز قوانین منع تردد و منع هر گونه تجمع اجرا می شود. گونه جدیدی از ویروس اینک بیش از نیمی از برزیل را فرا گرفته که ممکن است دلیل اوجگیری جدید موارد ابتلا و مرگ و میر در این کشور باشد. واحدهای مراقبت ویژه ICU در بیش از نیمی از استانهای کشور پر شده اند. در آلمانی برای چهارمین بار طی یک هفته آمار قربانیان کرونا طی 24 ساعت به بالاترین سطح خود از آغاز شیوع بیماری رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد طبق آمار ثبت شده 21 نفر دیگر به قربانیان کرونا در آلبانی افزوده شدند و به این ترتیب آمار جانباختگان به 1897 نفر رسید. همچنین از 3171 آزمایش انجام شده 780 نفر معادل 25% مبتلای جدید به کرونا تشخیص داده شدند. بینندگان عزیز، به پایان خبرها رسیدیم. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، ضمن خداحافظی توجه شما را به ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت جلب می‌کنیم.